خم کنیم در حضور خدا. به خدا بگو، اگه نمیتونی بگی اشک تو بریز، اگه نمیتونی بگی سکوت کن، خدا میشنوه صدای تو رو. برای آرش عزیزم دعا میکنیم که شاید اولین باره که اینجا روز یک شنبه موعظه میکنه. میخوایم که روح خدا آرش عزیز رو بپوشونه و ایمان دارم مسی که بر او هست به ما میتونه انتقال کنه. پس من دعا میکنم برای خودمون، برای کلام خدا و برای آرش عزیز. خداوند از تو ممنونیم که یک بار دیگه اجازه داریم در حضور تو باشیم، با هم دیگه، با یک دلی. خداوند امروز میخوایم خداوند با این انتظار بیایم در حضور تو که تو امروز جواب ما رو میدی. هر جایی که گیر کردیم، هر بنبستی که توش هستیم، هر مشکلی که داریم، امروز مشکل گشای ما تو هستی. خداوند دعا میکنم که تو کلام تو حفظ کنی، از علائل این خداوند با روح قدوس تو مس کنی. خداوند آرش رو بپوشونی با روح خودت، خداوند ملبس کنی او رو، خداوند به حضور شیرین خودت بیا او رو خداوند مس کن، زبان او رو مس کن. خداوند از او لوله انتقالی بساز برای خداوند انتقال کلام تو، اون پیام تو و اون راه حل های تو به ما. ای خداوند دعا میکنم هر آنچه که تو میگی امروز در قلب های ما دانه هاش کاشته بشه و با قوت روح قدوس تو دانه هایی که کاشته شده ثمر بیاره. در نام عیسی زنده خداوند دعا کردم، آمین. آمین. خدا رو شکر. آمین که حقیقتا تمام دعا و جملاتی که خواهر عزیزم گفت امروز در کلیسای خداوند بشود. من هم سلام میگم به تک تک شما عزیزان، خواهر برادرای عزیز و مهمونای عزیز، و خوشحالم که امروز اجازه دارم برای اولین بار کلیسای آلفا اومگای هامبورگ رو در قسمت کلام خدا و از کلام خدمت کنم. این یه فیض بزرگ و یک افتخار بزرگی برای من هستش که هرگز امروز رو فراموش نخواهم کرد. یک روز عظیم برای من هستش و همینطور قبل از اینکه کلام رو شروع کنم شکرگزار خدایی هستم که این فیض و محبت رو به من بخشید، این اجازه رو داد. به لیاقت خودم نه، اما به لیاقت و شایستگی اوست که امروز من میتونم اینجا بیستم و کلام خدا رو با شما در میون بگذارم. و همینطور تشکر میکنم از پاستور و کشیش نسرین عزیز که در غیاب خودشون این خدمت مهم و خطیر رو اعتماد کردن و به من سپردن. امیدوارم که در اعتماد اونها من امین باشم. اولین پیام من امروز برای شما عزیزان از کلام خدا نیست. اولین پیام من از خودم هست. ایستادن من اینجا یک پیام بزرگی رو برای تک تک شما داره و اون هم این هستش که وقتی خدا از من با تمام ضعف‌ها، نقص‌ها، اشتباهات و کم و کاستی‌ها استفاده می‌کنه تا پیام خودش رو به گوش شما برسونه، پس چقدر بیشتر می‌خواد و می‌تونه که از تک تک شما هم استفاده کنه. آمین. عزیزان همه ما می‌تونیم، همه ما باید پیام‌آوران خدا باشیم. خدا می‌تونه صدای خودش رو از تک تک ما به گوش انسان‌ها برسونه. اول از همه به گوش انسان‌هایی که هنوز با او آشنا نیستند، هنوز عیسی مسیح خداوند رو نمی‌شناسند، و بعد به گوش بقیه فرزندان خودش. مهم این هستش که ما این رو باور کنیم، این دعوت رو باور کنیم. آیا باور می‌کنید که خدا می‌تونه و می‌خواد که تک تک شما پیام‌آوران او باشید؟ آمین. خدا رو شکر. جان کالوین، الهیدان اصلاح طلب قرن 16، اینطور میگه: اگر واعظی نخست به خودش موعظه نکنه، بهتر آن است که بر سکوی خطابه بیفتد و گردنش بشکند تا اینکه آن خطابه رو موعظه کند. من خودم رو واعظ نمیدونم و این جسارت رو نمیکنم. تاکید من بر قسمت دوم جمله های کالوین هستش که پس تک تک کلمات و جملاتی که من امروز میگم اول از همه خودم مخاطبش هستم. میگم که گوشهای خودم اول از همه بشنوه و بعد هم بدن مبارک عیسی مسیح خداوند. وقتی به دنیای اطراف خودمون نگاه میکنیم و نه فقط به دنیای امروز بلکه از هر کجای تاریخ که چه خونده باشیم چه به یاد بیاریم، شاهد جنگهای زیادی بودیم. جنگ‌های زیادی بین کشورها و دولت‌های مختلف که مسلماً ملت و مردم اونها هم درگیر این جنگ‌ها شدند شکل گرفت. دولت‌ها برای کشورگشایی و یا اینکه قدرت خودشون رو بیشتر کنند و نام و شهرتی برای خودشون پیدا کنند به کشورهای دیگه حمله می‌کردند. در مورد جنگ جهانی اول و دوم زیاد شنیدیم. به نوعی میشه گفت تمام دنیا درگیر این دو تا جنگ بود. در مورد
اگه به کشور خودمون نگاه کنیم، جنگ 8 ساله ایران و عراق رو به یاد میاریم. من البته به یاد نمیارم، ولی خب انقدر ازش فیلم و سریال و داستان ساخته شد که دیگه فکر میکنم کامل همه میدونیم. جنگ‌های داخلی و خارجی افغانستان رو میبینیم که سالها صلح و سلامتی و آرامش رو از این مردم و از این کشور دزدیده. و در یکی دو سال گذشته شاهد جنگ در سوریه هستیم که چه ویرانی و خرابی بزرگی رو در این کشور به وجود آورده. تعداد زیادی از انسان‌ها در طول تاریخ به وسیله جنگ کشته شدند. چه تعداد افرادی که شاهد مرگ و از دست دادن عزیزانشون در این جنگ ها بودند. چه مریضی و چه بیماری و چه بلاهایی از این جنگ به یادگار موند. در جنگ ایران و عراق بمب‌های شیمیایی که زده شد، چندین سال تا شاید هنوزم افرادی هستن که به خاطر این بمب‌های شیمیایی مریض هستن. و افراد بسیار زیادی مجبور شدن بدون هیچ چیزی، بدون هیچ امید و هدف و آرزویی، شهر و کشور خودشون رو ترک کنن، چون خانه اونها، شهر اونها ویران شده بود و به یک کشور دیگه مهاجرت کنن. 70 سال هستش که شاهد جنگ بین دولت اسرائیل و فلسطین هستیم و هر روز در اخبار میشنویم که چه تعداد بچه، جوون، پیر، زن، مرد کشته میشن. و سؤالی که مردم در دنیا میپرسن و بعضن حتی در بین ایمانداران در کلیسا شنیده میشه که آیا خدا این صحنه ها و لحظه های دردناک رو میبینه؟ آیا حقیقتا خدا جنگ ها رو میبینه؟ اصلا وقتی که این انسان ها کشته میشند خدا کجاست؟ خدایی که خودش رو خدای محبت معرفی کرده، خدایی که ذات او محبت است و کلام او میگه او صاحب جمیع رحمت هاست، آیا او جنگ ها رو نمیبینه؟ اگر میبینه پس چرا کاری نمیکنه؟ چرا به میون نمیاد و جلوی این اتفاقات رو نمیگیره؟ جلوی کشته شدن و مرگ انسانها رو نمیگیره؟ مگه او قادر مطلق نیست؟ جواب عزیزان این هستش که خدا میبینه. اگر میبینه پس مشکل کجاست؟ آیا مشکل اصلا از خداست و یا مشکل ما انسانها هستیم؟ و نه فقط این، از جنبه دیگه تو بین کشورها و روابط بین المللی قراردادها و صحبتهایی رو میبینیم، نشستهایی رو میبینیم. کشورها بر سر هر دلیل و موضوعی میشینن با هم دیگه صحبت میکنن، اختلاف نظر دارن، ساعتها و روزها جلسات تشکیل میشه و قراردادهایی نوشته میشه. اما میبینیم که چطور تمام این وقتهایی که گذاشته شده، تمام این هزینه هایی که شده، با تصمیم یه عده خاص و یا بعضن حتی یک نفر، تمام این صحبت‌ها و قراردادها باطل میشه و از بین میره. دیدیم چند وقت پیش، نه این داستان برجام و این همه سالها بود، رئیس جمهور آمریکا با یک تصمیم تمام این نشست‌ها، صحبت‌ها و همه رو باطل کرد. و وقتی به همه این موضوعها نگاه کنیم از دور، فقط میشه گفت انگار این افرادی که اونجا جمع میشن اصلا حرف همدیگر رو نمیفهمن. هیچ کس نمیفهمه که اون یکی چی میگه یا چی میخواد. بیایم محدوده خودمون رو کوچکتر کنیم، وارد اجتماع بشیم. طبق آماری که اداره ثبت ازدواج و طلاق در کشور ایران داده، 53% ازدواج‌ها در سال اول زندگی و بیش از 70% ازدواج‌ها بعد از 3 سال اول به شکست و طلاق ختم میشه. 53% ازدواج‌ها در سال اول و 70% بعد از 3 سال. و این در کل جامعه و کشور ایران هستش. با اینکه حتی طلاق، امر طلاق در کلام خدا نکوهش شده و امر درست و پسندیده ای نزد خدا نیست، اما ما میبینیم که ایمانداران هم از این قاعده مستثنا نیستن و در کلیسا هم در بین ایمانداران ازدواج هایی به شکست و به طلاق ختم میشه. اما چرا؟ وقتی با زوجها صحبت میشه با هزاران دلیل و بهانه و داستان که بعضن میتونه تعدادی از اونها هم درست و بجا باشه، در آخر از اکثر اونها فقط یک جمله رو میشنویم: ما حرف هم دیگر رو نمیفهمیم. ما حرف هم دیگر رو نمیفهمیم. زن و شوهرهایی که سالهاست با هم اختلاف نظر دارن، بینشون مشکل هست، بارها جلسات مشاوره براشون گذاشته شده، اما بعد از این سالها هنوز هر دوی اونها یا بعضی وقتها فقط یک نفر از این زوجین دارن با تلاش‌های انسانی و جسمانی خودشون سعی می‌کنن که این رابطه رو احیا کنن، این رابطه رو حفظ کنن. هر بار با یک روش جدید می‌خواد که دل همسر خودش رو به دست بیاره. این خیلی عالیه، اما پایدار نیست. و اون شخص همش دلش می‌لرزه که نکنه خدایا یه اتفاقی دوباره بیفته، یه چیزی بشه که من دوباره مجبور بشم تمام این کارها رو از اول شروع کنم، دوباره سعی و تلاش کنم. و این چرخه در زندگی او همینطور ادامه داره.
وارد کلیسا بشیم. اعضا با هم مشکل پیدا میکنن، با طرفین صحبت میشه، با هم رو در رو میشن، اما میبینیم که هر دو طرف و یا یک طرف اصلا حاضر نیست که اشتباه خودش رو بپذیره، حتی عذرخواهی کنه. و هر چقدر که شبانان یا خادمین هم وقت میگذارن و صحبت میکنن، هیچ فایده‌ای نداره و انگار که این چند نفر اصلا حرف همدیگر رو نمیفهمند. اما واقعا چرا؟ فکر کنیم چرا؟ چه دلیلی برای این همه اتفاقات و نفهمیدن زبان و حرف همدیگه در جهان، در جامعه و در کلیسا شاید میتونه وجود داشته باشه؟ چرا این همه آشفتگی و پریشانی دنیای اطراف ما رو گرفته؟ ببینیم کلام خدا به ما چی میگه. کتاب پیدایش باب 11 آیات 1 تا 9 رو من براتون قرائت میکنم. و اما تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود، و چون مردم از مشرق کوچ میکردند در سرزمین شنعار، دشتی هموار یافتند و در آنجا ساکن شدند. آنان به یکدیگر گفتند بیایید خشتها بزنیم و آنها را خوب بپزیم. ایشان را آجر به جای سنگ و قیر به جای گچ بود. آنگاه گفتند بیایید شهری برای خود بسازیم و برجی که سر بر آسمان بساید و نامی برای خود پیدا کنیم. در ترجمه عبری میگه نامی برای خود بسازیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده شویم. اما خداوند فرود آمد تا شهر و برجی را که بنی آدم بنا میکردند ببیند، و خداوند گفت اینک آنان قومی یگانند و ایشان را جملگی یک زبان است و این تازه آغاز کار آنهاست، و دیگر هیچ کاری را که قصد آن بکنند از ایشان باز داشته نخواهد شد. اکنون فرود آییم و زبان ایشان را مخشوش سازیم تا سخن یکدیگر را نفهمند. پس خداوند آنان را از آنجا بر روی تمامی زمین پراکنده ساخت و از ساختن شهر باز ایستادند. از این رو آنجا را بابل به معنی آشفته نامیدند، زیرا در آنجا خداوند زبان همه جهانیان را مخشوش ساخت. از آنجا خداوند ایشان را بر روی تمامی زمین پراکنده کرد. آیه یک چه وضعیت عالی رو به ما نشون میده. میگه تمامی زمین را یک زبان و یک گفتار بود. میتونید تصور کنید تمام انسان‌ها در هر کجای کره زمین که زندگی میکردن به یک زبان صحبت میکردن. یعنی مثلا اگه یه نفر مثل ما از ایران میمد آلمان، دیگه نیاز نبود سالها سختی بکشه، عذاب بکشه، اون کلمه رو نمیخوام بگم، جونش در بیاد به قول خواهر نسرین که بخواد زبان رو یاد بگیره. و چقدر از ما به خاطر یادگیری زبان سالها زندگیمون عقب افتاد. سالهای شاید افراد جوانیشون عقب افتاد به خاطر اینکه نتونستن این زبان رو یاد بگیرن. اما میگه تمام دنیا یک زبان و یک گفتار بود. اگر امروز هم اینطور بود آیا عالی نمیشد؟ که همون لحظه‌ای که تو میرسیدی آلمان نیازی نبود کلاس زبان، میتونستی بری سر کار، میتونستی راحت با همه ارتباط برقرار کنی، گواهینامه بگیری، کار کنی و و و و چقدر زندگی راحت میشد، نه؟ و یک لحظه تصور کنید و میبینید که چقدر ما در زندگی هامون جلو میافتادیم و پیشرفت میکردیم. آیه یک میگه عزیزان در اون موقع همه افراد زمین به یک زبان صحبت میکردن، همه حرف همدیگر رو میفهمیدن، نیازی نبود کسی حرف و فکر و احساس اونها رو برای همدیگه ترجمه کنه. و چه اتحاد و یگانگی عالی دیده میشد. تا اینکه این قوم که از اگر کتاب مقدس رو 100% خوندید قبلش رو ببینیم اینا از نسل نوح و فرزندانش بودن که بعد از طوفان نجات پیدا کرده بودن، به یک دشت بزرگ و همواری به اسم شنعار میرسن. شنعار یک زمین تخت و مسطح بود، یک زمین دشت بود که هیچ ارتفاع و کوهی در اون دیده نمیشد. اگه دقت کنیم در یک زمین مثل دشت، در یک زمین هموار، انسان فقط میتونه یک دید افقی داشته باشه. انسان فقط میتونه تا افق فقط روبروش رو ببینه. هیچ تپه و کوه و ارتفاعی نیست که بتونه بالای اون بره و بتونه از بالا جماعت و قوم رو نگاه کنه. دید عمودی وجود نداره. اینجا بود که این نسل تصمیم میگیره یه برجی بسازه تا بتونه زاویه دید خودش رو تغییر بده، تا بتونه بهتر ببینه، تا بتونه بر همه چیز تسلط و کنترل داشته باشه، تا بتونه به نوعی زندگی خودش رو، هدف خودش رو، آینده خودش رو ببینه و در دست خودش داشته باشه. اما خب شاید بگیم این که بد نیست که زندگی خودمون رو حفاظت کنیم، کنترل کنیم.
شاید کسی با خودش بگه که اونها برای حفاظت خودشون این برج رو ساختن، این شهر رو ساختن. شاید کسی بگه که اونها میخواستن آینده نگر باشن و بتونن خودشون و خانواده خودشون رو از هر حمله احتمالی دشمن حمایت کنن. و اونها این برج رو ساختند. اگه به زندگی‌های خودمون نگاه کنیم، ما هم در زندگیمون چیزهایی رو برای خودمون میسازیم. رابطه هامون رو، دوستی هامون رو، حتی امنیت خودمون رو خودمون میسازیم. رابطه با همسرمون رو، رابطه با بچه ها رو، احترام و حرمت خودمون رو، خدمت و جایگاه خدمت خودمون در کلیسا رو شروع میکنیم به ساختن. اما بیاییم ببینیم این برج بر چه اساسی و با چه مسالهی ساخته شد. آیه 3 میگه ایشان را آجر به جای سنگ و قیر به جای گچ بود. در ترجمه جدید نوشته به جای گچ نوشته ملات. آجر به جای سنگ و قیر به جای گچ. ما وقتی به طبیعت نگاه میکنیم، در طبیعت سنگ به فراوانی یافت میشه، اما آجر نه. گچ در طبیعت وجود داره ولی قیر وجود نداره. آجر و قیر هر دو باید ساخته بشن، هر دو باید تهیه بشن. هیچ کدوم اونها طبیعی نیستش، بلکه ساخته دست بشر هستش. و اینجا داره به ما میگه اونها مواد و مصالح مصنوعی ساخته شده به دست انسان رو جایگزین مواد طبیعی ساخته شده به دست خدا کردن. انگار با خودشون گفتن مواد و مصالحی که از خداوند هست رو کنار بگذاریم و از خودمون بسازیم و با ساخته دست خودمون این برج رو ببریم بالا. عزیزان، این برج بر اساس یک خود ساخته شد، یک خودمحوری، ساخته دست خودم به جای ساخته دست خدا. و در آیه 4 میبینیم که این خود به اوج خودش میرسه، این خودمحوری به کمال خودش میرسه. بیایید شهری برای خود بسازیم، شهری برای خودمون بسازیم و برجی که سر بر آسمان بساید و نامی برای خودمون پیدا کنیم، مبادا بر روی تمامی زمین پراکنده بشیم. شهری برای خود، نامی برای خود. عزیزان، این خود، این خودمحوری مثل یک سم بوده و هست. این خودمحوری بود که نسل انسان رو به هلاکت و نابودی برد. زمانی که آدم و حوا در باغ عدن در حضور عالی و شیرین خدا زندگی می‌کردند، هیچ نیاز و کمبودی نداشتند. اما شیطان اومد و به حوا گفت از این درختی که خدا ممنوع کرده، منع کرده که میوه‌اش رو بخوری، بخور. تا اینجا اشکالی نداره، از این میوه بخور. اما دلیلی که حوا برای شیطان برای حوا آورد خیلی دلیل جالبی بود. شیطان به حوا گفت از میوه این درخت بخور تا خودت مثل خدا عارف نیک و بد شوی، تا خودت مثل خدا بشی. اصلا چرا خدا؟ تو خودت میتونی خدای خودت باشی و همه چیز رو تو دست خودت بگیری. شهری برای خود بسازیم، نامی برای خود پیدا کنیم. عزیزان، وقتی به جنگ ها نگاه میکنیم، آیا دلیلی جز این میبینیم؟ وقتی به صنعت، ورزش، علم، هنر و سیاست در دنیا نگاه میکنیم، آیا این خود و خودمحوری دیده نمیشه؟ تمام کشورها سعی میکنن به هر طریقی که شده نامی برای خودشون بسازن، شهری برای خودشون بنا کنن که بهترین و عالی ترین در دنیا باشه. و وقتی که به زندگی خودمون نگاه کنیم، آیا این خود رو نمیبینیم؟ اگر با خودمون صادق باشیم، حتما میبینیم. جاهایی که خواستیم نام ما بلند کرده بشه، فقط اسم ما باشه تا همه ببینند و بشنوند. در رابطه با همسر میخوایم شهر خودمون رو بنا کنیم. راههایی که خدا و کلامش به ما نشون میده رو به یک کناری میذاریم و شروع میکنیم مثل این قوم با آجر و غیر خودمون، با آجر و غیر خودمون، با مصالح خودمون، نه با مصالح کلام خدا، رابطه زناشویی رو بنا کنیم. به هر نحوی که شده در رابطه با بچه هامون میخوایم که اونها حتما در معیارها و قوانین ما زندگی کنن. عزیزان، نظم و دیسیپلین اصلا بد نیست، اما معیار و قوانینی که از ماست، نه از خدا. و میخوایم که اونها حتما در شهری که ما بنا کردیم زندگی کنند. در کلیسا سعی میکنیم خودمون خدمتی رو بنا کنیم و اگر هم خدمتی به ما سپرده میشه، بعد از چند وقت دیگه ما صاحب اون خدمت میشیم. البته نه همه، خودم رو میگم.
هر جوری که ما میگیم و میخوایم باید این خدمت انجام بشه. همه چیز فقط و فقط باید مطابق فکر و نظر و خواسته ما باشه. تا کسی مخالفت میکنه یا یه نظر جدیدی میده، میخوایم به هر نحوی که شده صدای او رو ببندیم. تا نکنه نامی که ما برای خودمون ساختیم، این نام پایین بیاد. حتی در کلیسا هم ما شروع میکنیم به برج و شهر ساختن برای خودمون. معمولا وقتی در کلیسا به یه نفر یک خدمتی داده میشه، تجربه خودم هست، معمولا تشکر میکنیم از شبان. وقتی به ما میگن که برادر عزیز یا خواهر عزیز شما این خدمت رو شروع کن یا این خدمت رو انجام بده، میگی مرسی، ممنون، خدا رو شکر و طلب برکت میکنیم که ما رو برکت بدن و دعا کنن، با شادی شروع به خدمت میکنیم. ولی موقعی که همون شبان میاد و به ما میگه خواهر عزیز یا برادر عزیز از فردا شما دیگه این خدمت رو نکن، اولین چیزی که میگیم چرا دیگه این خدمت رو نکنم؟ آیا من بد خدمت کردم؟ آیا کسی چیزی گفته؟ آیا کسی حرفی زده؟ و هزار سوال دیگه که چرا این خدمت داره از من گرفته میشه؟ آیا کسی بوده که وقتی خدمتی بهش داده شده اون موقع پرسیده باشه چرا دارید این خدمت رو به من میدید؟ من خودم تا الان نپرسیدم که چرا این خدمت رو به من میدید. همیشه تشکر کردم و خدمت رو برداشتم. اما چرا وقتی که خدمتی بعضن از ما میخواد گرفته بشه ما ناراحت میشیم، به هم میریزیم، سعی و تلاش و جنگ میکنیم برای نگه داشتنش؟ حدودا یک ماه، نه بیشتر از یک ماه پیش بود که یه روز صبح بود، پاستور به من پیامی داد و گفتش که من و نسرین دعا کردیم، فکر کردیم و تصمیم گرفتیم که در دو هفته ای که ما نیستیم روز اول یولی تو خدمت کلام رو داشته باش. منم مسلما خوشحال شدم، تشکر کردم، گفتم مرسی و دعا کنید برای من و اینها. و دیروز وقتی داشتم این کلام رو دوباره آماده میکردم، گفتم الان اگه همین امروز پاستور به من امشب پیام بده و بگه که من و نسرین داشتیم دعا میکردیم و خدا به ما گفت تو فردا کلام رو نیاری، یک نفر دیگه بیاره. با خودم داشتم فکر میکردم که من چیکار میکردم، چه عکس العملی نشون میدادم. و خوابیدم، صبح از خواب بیدار شدم، بین خواب و بیدار بودم، قصد نداشتم که از جام بیام بیرون، از تختم بیام بیرون و فقط یه غلط اومدم بزنم، دیدم که موبایلم یه پیام، یعنی چراغش روشنه، نگاه کردم یک وایس 5 دقیقه از پاستور، یعنی خواب از سر من پرید و گفتم که خداوند از این شوخی ها با من نکنی. من داشتم فکر میکردم، هنوز هیچ تصمیمی برای خودم نه، یعنی اصلا خواب که همه چی پرید، فقط همونجوری بیدار شدم و این پیام رو گوش دادم. پیام این بود که داشت بر من دعا میکرد، من رو برکت میداد برای امروز. و اما واقعا اگر به من میگفتش که تو امروز، همین صبح یک شنبه حتی به من میگفت که تو امروز کلام رو نمیاری، من مسلما فکر میکنم اولین عکس العمل من شاید خشم بود، عصبانیت بود. من دارم میگم کلام اول گفتم برای خود من هست و سریع شاید سوال میکردم آیا چیزی شده، کسی حرفی زده، کاری کرده، چیزی بوده، چیزی شنیدین و شاید هزاران تا سوال دیگه که موقعی که به من گفتن که روز 1 یولی کلام بیار، من نپرسیدم چرا من، کسان دیگه هم هستن که میتونن موعظه کنن، چرا من موعظه کنم؟ من این رو نپرسیدم. ولی امروز اگر به من میگفتن حتما میپرسیدم. چند وقت پیش بود با خواهر نسرین در مورد یه خدمتی صحبت میکردم، پیشنهاد دادم، گفتم یه عزیزی هست سالهاست در این خدمت، خوب میشه که افراد دیگه بیان، خادمین دیگه بیان، نه هر بار یک نفر، بلکه هر خادمی بیاد تو این خدمت و یک تجربه ای رو داشته باشه، خیلی خدمت خوبی است. و خواهر نسرین گفت نه اصلا هرگز. گفتم چرا؟ گفت به خاطر اینکه اگر این خدمت رو از این شخص بگیریم، این شخص میمیره. شاید بخندید اما واقعا اوج ناراحتی و درده. این شخص برجی رو برای خودش بنا کرده که زندگی او، حیات روحانی او به اون خدمت بسته است که حتی شبانان کلیسا میترسند دست بزنن. میخوایم که نام ما، خدمت ما بلند کرده بشه. ولی عزیزان، عیسی مسیح خداوند، او که الگو و نمونه خدمت ما روی این زمینه، در خدمت زمینی خودش در جسم فقط یک جا بلند کرده شد، فقط یک جا بالاتر از همه قرار گرفت، فقط یک جا نام او بالاتر از هر نامی قرار گرفت و اون هم روی صلیب بود. این سرود رو قرار بود بخونیم، صلیب تو این چون بنگرم بر صلیبت، میگیم هر بار صلیب تو تخت تو شد تا بر آن بنشینی پادشاه. او بر روی صلیب بود که پادشاهی کرد، او بر روی صلیب بود که بلند کرده شد. وقتی که او روی صلیب رفت، کتیبه ای نوشتند، بالای سر او زدند عیسی ناصری، پادشاه قوم یهود.
فقط بر روی صلیب نام او بلند کرده شد. بر روی صلیب او دیده شد، او مطرح شد، همه دیدند که او بر بالای صلیب رفته. در مزمور 127 آیه 1 میگه اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیهوده میکشند. اگر خداوند شهر را نگهبانی نکند، نگهبانان بیهوده به پاسداری میستند. عزیزان، زحمت این قوم بیهوده بود. در آیه 7 میبینیم که میگه خداوند برجی رو که اونها برای خودشون ساخته بودن نابود کرد، چون خدا این برج رو بنا نکرده بود، چون او خودش این شهر رو برای قوم خودش نساخته بود، چون این شهر رو، این برج و این خانه بر پایه یک خودمحوری و غرور انسان‌ها ساخته شده بود که ذره‌ای بوی خدا رو نمیداد. و نه فقط این، بلکه اونها می‌خواستن در حضور خدای قادر مطلق قد علم کنند. اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنایانش زحمت بیهوده می‌کشند. اگر خداوند شهر را پاسبانی نکند، نگهبانان بیهوده به پاسبانی می‌ایستند. و باز هم وقتی به زندگی خودمون نگاه می‌کنیم، چه زحمت‌های بیهوده‌ای کشیدیم که آخرش هیچ ثمر و نتیجه‌ای نداشت جز خستگی، جز درموندگی و جز له شدگی، که با تمام زور و زحمت و تلاش سعی کردیم چیزهایی رو در زندگی خودمون بسازیم، حفظ کنیم، پاسبانی کنیم، نگهداری کنیم، اما بعضاً اونها رو از دست دادیم. آیا اینطور نیست عزیزان؟ خدا نه فقط برج و شهر اونها رو خراب کرد، بلکه همونطور که خوندیم نوشته زبان آنها مخشوش شد. یعنی دیگه حرف هم دیگر رو نمیفهمیدن. افرادی که تا دیروز یک زبان داشتن، به زبان هم دیگه صحبت میکردن، الان به زبانهای متفاوت صحبت میکردن. و نه فقط این، بلکه این قوم رو در تمام دنیا پراکنده کرد. اونها دچار آشفتگی شدن و به همین دلیل اون منطقه رو بابل و اون برج رو برج بابل نام گذاشتن. بابل یعنی آشفته. عزیزان، اولین آجر و خشت برج بابل در باغ عدن در دل ما انسان‌ها گذاشته شد. اولین خشت این برج در باغ عدن بود و از همون روز می‌بینیم که انسان به هر طریقی دنبال این هستش که نامی برای خودش بسازه، شهری برای خودش بنا کنه. عزیزان، بابل یک نظام و یک سیستم ضد خدا و همینطور ضد انسانه که هدف اون انسانی و نابودی بشر، نابودی و فساد بشر هستش. و این نظام فقط یک طرز فکر بیمارگونه و کشنده داره. یک طرز فکر، جایگزین کردن خودت به جای خدا. خدا رو برداریم و خودمون رو جاش بگذاریم. خواست و اراده خودمون رو به جای خواست و اراده خدا بگذاریم. این طرز فکر بابله و این سیستم ضد خدا و انسان همونطور که گفتیم ثمره ها و نتایجی داره: پراکنده شدن، آشفته شدن و نفهمیدن زبان یکدیگر. پراکنده شدن، آشفته شدن و نفهمیدن زبان یکدیگر. و برادر خواهرای عزیز، هر جایی که شما در زندگی خودتون، در دنیای خودتون، در خانواده خودتون، در کلیسا، در هر جایی که این ثمرات رو دیدید، مطمئن باشید که یک خودخواهی و خودمحوری پشتش هست. هر جایی که دیدید اونجا پراکندگی است، اونجا آشفتگی است، اونجا زبان همدیگه فهمیده نمیشه، بدونید که حضور خدا اونجا نیست. چون جایی که خدا حضور داشته باشه همیشه اتحاد، یکدلی، محبت و تفاهم هستش. در خانواده هامون جاهایی که همش آشفتگیه، حرف هم رو نمیفهمیم و انگار هر روز داریم از هم دور و دورتر میشیم، در محیط کار، در کلیسا، با افرادی که باهاشون خدمت میکنیم، یا هر جای دیگه که این ثمره ها دیده میشه، بدونید که اونجا خشتی از بابل گذاشته شده. اما زندگی نقطه مقابل این نظام بابل چه نوع زندگیه؟ این رو در زندگی ابراهیم می‌بینیم که خیلی زیبا نویسنده رساله عبرانیان در باب 11 آیات 10 تا 12 به ما میگه. ابراهیم چشم انتظار شهری بود با بنیاد که معمار و سازندهش خداست. به ایمان بود که ابراهیم توانایی یافت نسلی داشته باشد، با اینکه سارا نازا و خود او نیز سال خورده بود، چرا که وعده دهنده را امین شمرد.
این گونه از یک تن، آن هم از کسی که تقریبا مرده بود، نسلی کثیر همچون ستارگان آسمان و بیشمار مانند شنهای کناره دریا پدید آمد. ابراهیم چشم انتظار شهری بود، منتظر شهری بود با بنیاد، نه این شهری که خودش ساخته باشه، بلکه معمار و سازندهش خدا باشه. ابراهیم منتظر موند برای شهری که خدا میخواست برای او بسازه، هرچند که سارا نازا و تقریبا مرده محسوب میشد، اما خدا این شهر رو عزیزان برای ابراهیم ساخت. و چرا ساخت؟ چون که ابراهیم وعده دهنده خودش رو امین شمرد. آمین. او به خدا اعتماد و اطمینان کرد. او باور داشت. خدایی که به دهان خودش گفته، به بازوی بلند خودش اجرا و عمل میکنه. و شهری که عزیزان خدا برای ابراهیم ساخت، نه فقط بعد از چند وقت و چند سال با جنگی از بین نرفت، بلکه اون شهری که خدا برای ابراهیم ساخت تا به امروز پابرجاست و نسل او همچون ستارگان آسمان بیشمار و مانند شنهای کناره دریا. امروز کلیسای خداوند، تک تک ما عزیزان، هر کلیسایی که در این دنیا هست، اون شهری هستش که ابراهیم منتظرش بود و خدا ساخت. و تک تک ما عزیزان از کثرت نسل ابراهیم هستیم و این شهر تا به ابد پابرجا میمونه. چرا؟ چون خدا ساخته، چون خدا این شهر رو ساخته. عزیزان، خدای ما چنین خداییست. مزمور 145 آیه 13 میگه خداوند امین است نسبت به همه وعده های خود و پر از محبت نسبت به همه کارهای دست خیش. او امینه نسبت به همه وعده های خود. او امین و وفاداره نسبت به هر وعده ای که به من و تو داده و پر از محبت هستش عزیزان نسبت به هر کاری که در زندگی من و شما انجام میده. فقط و فقط یک شرط هست، یک نیاز هست که ما خودمون رو و زندگی خودمون رو به او بسپاریم، به او اعتماد کنیم، دست خودمون رو عقب بکشیم، مسائلی که شروع کردیم به ساختن رو تموم کنیم و به او اعتماد کنیم، خودمون رو تسلیم کنیم، به او توکل کنیم. اون موقع هستش که باز مزمور نویس در مزمور 125 آیه 1 و 2 میگه آنان که بر خداوند توکل دارند، آنان که تسلیم خداوند هستند، چون کوه صهیونند که جنبش نمیخورد بلکه تا به ابد برقرار است، چنان که کوها گرداگرد اورشلیمند، خداوند نیز گرداگرد قوم خیش است، از اکنون تا ابد الآباد. آمین. هللویا. چنان که کوها گرداگرد اورشلیمند، خداوند نیز گرداگرد قوم خودش هست. نه برای چند ساعت و چند لحظه، نه برای زمانها و موقعهایی که تو احکام او رو نگه میداری یا نمیداری، بلکه میگه از اکنون تا ابدالآباد. این به من و شما ربطی نداره عزیزان، این به خدا بودن خدا ربط داره. آمین. عزیزان، وقتی که ما خودمون رو به او تسلیم میکنیم، خودمون رو به او میسپاریم، خودمون رو، همسرمون رو، بچه هامون رو، دوستی هامون رو، رابطه هامون رو، خدمتمون در کلیسا رو و هر چیزی که داریم رو، اون موقع هستش که خود خدا مثل کوه گرداگرد ما و زندگی ماست. هرگز در زندگی جنبش نخواهیم خورد. دیگه نیازی نیست که ما شروع به ساختن کنیم، بلکه اون معمار و بنای عالی همه چیز رو برای ما خواهد ساخت، مثل شهری که برای ابراهیم ساخت که تا به ابد باقی است. آمین. اگه بخوام کل موعظه رو در یک آیه خلاصه کنم، اگه این آیه رو اول میگفتم شاید تا آخر گوش نمیدادید. اون آیه در عهد جدید دو جا ذکر شده، در کتاب یعقوب باب 4 آیه 6 و در کتاب اول پتروس باب 5 آیه 5. خدا متکبران رو مخالفت میکند، در برابر متکبران میستد، ترجمه جدید میگه، اما فروتنان را فیض میبخشد. خدا متکبران رو مخالفت میکند، اما فروتنان را فیض میبخشد. هر جایی که در زندگی هامون با ایست مواجه میشیم، با دیوارهای مواجه میشیم، با تلاشهای خودمون داریم میریم جلو اما میریم نمیشه، یه مانعی هست، یه سدی هست، اونجا مخالفت خداست. دیگران رو محکوم میکنیم، دیگران رو متهم میکنیم، فلانی نمیخواد، شبانم نمیخواد، رهبرم نمیخواد، دوستم نمیخواد، زنم نمیخواد، شوهرم نمیخواد. اما باید ببینیم هر جایی که ایست و مخالفتی پیش میاد، رد پای از بابل درش هست.
اما هر جا که خودمون رو به او تسلیم میکنیم، خودمون رو به او میسپاریم، زیر دستان زوراور او خودمون رو فروتن میکنیم، فیض گوناگون او همیشه و همیشه از حال تا ابدالآباد برای ما هست. آمین. با هم دعا کنیم. سرهامون رو خم کنیم در حضور خداوند، چشمامون رو ببندیم و هر کدوم به خودمون و به زندگی‌های خودمون نگاه کنیم، فکر کنیم. سعی نکنیم جای کسی رو مقصر کنیم، بلکه فقط و فقط به خودت نگاه کن و نگاه کنید که چه جاهایی بوده که شروع کردی به مصالحی برای خودت ساختن، تا شهر خودت رو بنا کنی، تا برج خودت رو بسازی. اگر با خودت صادق باشی و این کلام با قلبت تو صحبت کرده باشه، حتما جاهایی رو پیدا میکنی. هللویا خداوند، شکر. قبل از هر چیزی خداوند، قبل از اینکه بخوایم چه خودمون رو به تو تقدیم کنیم، چه خودمون رو به تو تسلیم کنیم، میخوایم خداوند، من خودم به شخصه در حضور تو میخوام خداوند توبه کنم برای جاهایی که مصالح تو رو در زندگی خودم کنار گذاشتم، موادی که تو به من دادی رو کنار گذاشتم و شروع کردم خودم با فکر خودم، با قوت خودم، با علم و تجربه خودم چیزهایی رو بسازم. حتی جاهای خداوند از اسم تو سوء استفاده کردم، به اسم خدا میکنم، برای خدا میکنم، اما برای خودم بود. توبه میکنم خداوند در حضور تو و دعا میکنم پدر یک دلی قوی به ما ببخشی، دلی که به سمت تو نگران باشه، دلی که خداوند در روح ببینه که تو مثل کوه گرداگرد ما و زندگی های ما هستی. ای خداوند، میخوایم خودمون رو به تو تسلیم کنیم، میخوایم خودمون رو به تو تقدیم کنیم و باور داریم خداوند هر کاری که ما انجام بدیم شاید بعد از چند وقت خداوند خوب به نظر برسه، اما بعد از مدتی خداوند خراب خواهد شد، چون تو نساختی، چون تو بنا نکردی خداوند. و میگیم خداوند بیشتر از هر موقعی به فیض تو نیاز داریم و تو میگی خداوند که تو فروتنان رو فیض میبخشی. پس میخوایم خداوند در فروتنی خودمون رو به تو تسلیم کنیم. تسلیم تو میخواهم، نزد تو بمانم، محتاج هستم، محتاج تو، تسلیمم سیرابم کن، لبریز از فیض خود، تشنه‌ام من، تشنه‌ی تو، با دستانی باز نزد دعا کنم، سخن بگو با
قلب من تسلیمم من تسلیم تو تمام وجودم مشتاق تو عیسی تسلیمم من تسلیم تو تمام وجودم مشتاق تو عیسی همچون نسیمی روحت جاری کن ارادت انجام شود در من همچون توفانی مرا تبدیل کن ارادت انجام شود در من همچون نسیمی همچون نسیمی روحت جاری کن ارادت انجام شود در من همچون توفانی مرا تبدیل کن ارادت انجام شود در من تسلیمم من تسلیم تو تمام وجودم مشتاق توست عیسی تسلیمم من تسلیم تو با لمسش آزادم با روح او شادم مرا پر می سازد با قوتش با لمسش آرامم چون سرود می خوانم مرا پر می سازد با حضور بارهایم را او برمیدارم فریاد آزادی سرایم میخوانم سرودی تازه چون آزادم کرده زنجیرهایم در نامش گسسته زنجیرهایم در نامش گسسته با لمسش آزادم با لمسش آزادم با روح او شادم مرا پر می سازد با قوتش با لمسش آرامم چون سرود می خوانم مرا پر می سازد با حضورش بارهایم را او بر می دارد هللویا فریاد آزادی سرایم می خوانم سرودی تازه چون آزادم کرده زنجیرهایم در نامش گسسته میخوانم سرودی تازه چون آزادم کرده زنجیرهایم در نامش گسسته
زنجیرهایم در نامش گسسته، زنجیرهایم در نامش گسسته. مرسی خداوند، مرسی. باور داریم خداوند، هللویا، باور داریم خداوند که تو این بارهای ما رو، این خودمحوری‌های ما رو خداوند، این برج‌هایی که ساخته بودیم، موادی که ساخته بودیم، تو برداشتی خداوند و ما رو آزاد کردی با قوت روح خودت. پس خداوند می‌خوایم با یک اعتماد تازه، با یک ایمان تازه، با یک توکل جدید، با یک تسلیم جدید به تو زندگی خودمون رو با جلو ببریم خداوند. و باور داریم که هر لحظه، هر اتفاقی بیفته، شاید از نظر ما همه چی داره خراب میشه، اما تو مثل یک کوه گرداگرد ما هستی و ما هرگز جنبش نمی‌خوریم. مرسی خداوند که می‌تونیم با تو شروع دوباره داشته باشیم و به جلو بریم. هللویا، در نام عیسی مسیح، آمین و آمین.